بیانگر خرد جمعی مردم تشیع است که در یک موضع واحد رسیدن. جواب امرالله صالح را در هفته گذشته شما شنیدید، همه مردم تشیع یک پاسخ داشتند که ما جنگ را به صلاح نمی دانیم و این فتنگری ها را هم امرالله صالح که میگه شما اقدام به جنگ کنید ما شما را مسلح می سازیم، اینا مورد قبول ما نیست و از طرف ما مردود است. از داخل و خارج کشور این سخن گفته شد. بنابراین ما در همون مسیر تعامل و راه تفاهم و آشتی قرار داریم که خرد جمعی ملت ما میخواهد. اما معنای این تلاش ها، البته من یک نکته را بگم، حالا به عنوان یک شوخی هم اگر باشن، امرالله صالح الان مردم یه هزارار تشیع را میگه شما بیاییم دست به جنگ بزنیم اصلی هم با برای شما میدیم. این همون صالح هست که او زمانی که احساس قدرت میکرد میگفت مردم یه هزارار به اندازه بینی خود هم میخواید، حال شده دلسوز مردم هزاره که بیاید بگه که شما جنگ کنید ما براتان اصل همین. حجت الاسلام المسلمین آجاهای فصیحی که برای تدبیر این مجلس اعمات فراوان را تقبل کردن. عرض میکردم که بنا این نبوده که من سخنرانی کنم، الانم نیست، فیصله این بود و دستور این که من فقط برای افتتاح مجلس عرایزی داشته باشم و خوش آمد بگویم برای شما. میراثدار واقعی پیامبر عزیز اسلام مطرح است و خوب است مناسبت ها، جلسات و برنامه ها و جشن های ما وحدت بخش و وحدت آفرین باشد. ولی لذا اجازه دهید عرض کنم از قول ابو حنیفه رئیس مذهب حنفی که فرمود در خصوص امام صادق علیه السلام: ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد و انه اعلم الامه، من فقیه‌تر و داناتر از جعفر ابن محمد ندیدم و او داناترین فرد این امت است. یا اینه که فرمود لولا سنتان لهلک النعمان، اگر دو سال شاگردی حقیر نزد امام صادق نمی بود نعمان بن ثابت یعنی ابو حنیفه هلاک شده بود. آیه شریف نازل شد و منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم. میگن پیامبر گوش است، یعنی حرف هر کسی میشنوه، خوش باور. قرآن میفرماید اذن خیر لكم، میشن به خیر شماست. پیامبر آدم سختگیر نبود. برادران عزیز مسلمان، این رو نگفت که تو بیا بشید ما برات اثبات نکنم، نمیگذارم در فلان مجلس بوده، فلان روز بوده، احمد محمود کلبی مقصودم در مجلس نشسته بوده، این حرفا رو می‌زنی. نخواست پیامبر قدر سخت گیری کنه. این میگن تسامح. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. خجسته باد میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، سرور کائنات، پیغمبر رحمت و شفقت. قسمی که شما در جریان هستین بیننده های عزیز، ما در ماه ربیع الاول قرار داریم که در این ماه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در 12 ربیع الاول چشم به جهان گشود. حضرت مبارک، حضرت محمد مصطفی رسول الله صلی الله علیه و سلم
سرور اردو جهان، شخصیتی که خداوند بروی این پیغمبر مبارک صلی الله علیه و سلم تمام دنیا را آفریده، و در روز آخرت این پیغمبر مبارک از ما گناهکارا شفاعت میکند. به می اساس در این روز هموطنان ما در روز تولدش، خصوصا در امی ما در نقاط مختلف افغانستان، بیاد بود از سال روز تولد حضرت پیغمبر مبارک صلی الله علیه و سلم محافل برگزار میکنند، ختمها را برام میندازند و همچنان نذر و خیرات و صدقات را میکنند تا باشد که این روز را گرامی بدارند. به همین مناسبت شورای علمای اهل تشیع افغانستان محفل پرشکور را به مناسبت میلاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برگزار کرده که خوشبختانه ما هم در این محفل پرشکوه و نورانی شرکت کردیم و خواستیم که این برنامه زیبای نورانی را از طریق کانال لیت نیز شما در سراسر دنیا تماشا کنین. از شما هم دعوت میکنین برین جریان برگزاری این محفل پرشکوه را تماشا بکنین. در ادامه باز هم با ما باشید و همراهی ما نمایید. این محفل و این مجلس که شما بزرگواران حضور دارید به دو مناسبت تشکیل شده است. مناسبت اول تجلیل از میلاد مبارک و فرخنده نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام، که البته قرار بود در روز گذشته این مراسم گرفته شود ولی به دلایل و عللی به امروز به تعویق افتاد. از میخواستم عرض کنم که به دو دلیل و به دو علت این مراسم از طرف شورای علمای شیعه افغانستان برگزار شده است. دلیل اول تجلیل از میلاد این دو تا بزرگوار که مقرر یاد شد، و هدف اصلی هم از این تجلیل الگوگیری است. دلیل دوم هفته وحدت و هفته اخوت است. این هر دو تا موضوع مهم هم ضروری است و حیاتی و هم منطق خود را دارد. چطور منطق خود را دارد و چطور ضروری و حیاتی است؟ این با یک سوال از شما بزرگوارا مطرح می کنم تا موضوع فهمیده شود. سوال این است: پیامبر برای چی آمده بود و امام صادق با عنوان میراثدار پیامبر خدا چه کار کرد؟ آنچه که از آیات قرآن برمی آید و از احادیث برمی آید و از سیره پیامبر امام صادق برمی آید، پیامبر آمده بود که به قول امام موسی صدر شهید بشر را لایق سکونت بهشت دنیا و آخرت کند. پیامبر آمده بود که چکار کند؟ انسان را لایق سکونت بهشت دنیا و عقبا کند. این تفکر غلطی است که پیامبر آمده بود تا آخرت مردم رو خوب کنه. تنها البته اینکه آخرت و نجاح در آخرت و فلاح در آخرت هدف اصلی و عمده است، در اون شک نیست، ولی تنها برای آخرت کار نمی کرد پیامبر. پیامبر آمده بود که این زمین را بهشت بسازد، مدینه فاضله بسازد، حیات طیبه بسازد. چرا؟ به خاطر اینکه منطق میگوید اگر
زمین بهش نشد، آدمی اگر در روی زمین آسایش نداشت، راحتی نداشت و در زمین عدالت حاکم نبود، معلوم نیست که آخرت چی می شود. چرا که من لامعاش لهو، لامعاد له، هر کس دنیا ندارد آخرت ندارد. این تحلیل میخواد، این تحلیل میخواد. بحث فقیر صابر بحث جداگانه است که از مسلمات دین اسلام است، اما در برابر فقر فقیر اجتماع مسئول است، حکومت مسئول است، حکومت مسئولان، سران و به تعبیر قرآن اکابر مسئولیت دارد که اول زمین را بهش بسازد. اگر زمین بهش ساخته نشود، ضرب المثل ایرانی تا حد زیاد قابل قبول است که شکم گرسنه ایمان ندارد. منطق غلط است، منطق بی‌پایه و اساس است که مسئولان، حکومت، بزرگان جامعه، رهبران فقط به آخرت مردم کار داشته باشد و دنیای مردم را رها کند. کاملا بر بی اساس است. منطق استعماری است که از قدیم گفته بودند که دنیا بهشت کافران و جهنم مسلمانان است. این منطق استعماری است، قطعا چنین نیست. مسلمان باید بر روی زمین هم در بهشت زندگی کند. محیط زندگی مسلمان بهشتی باشد. این زمان بهشت می شود این زمین که عدالت حاکم باشد، تبعیض نباشد، برتری طلبی نباشد، حقوق همه شهروندان، حقوق همه مسلمانان در سطح ملی و در سطح بین‌المللی برابر باشد. تا مادامی که در یک جامعه و در یک کشور تبعیض حاکم است، بی‌عدالتی حاکم است، برتری طلبی حاکم است، اون جامعه جامعه سالم نیست، جامعه محمدی نیست، جامعه نبوی نیست. معنایش این است که هر چی که ادعا کنیم که ما از پیامبر الگو گرفتیم و بر اساس سیره و سنت پیامبر و امام صادق و سایر پیشوایان دین رفتار میکنیم، گپ غلط است. عرض بسیار خوب و محکم دارد شهید آیت الله سید محمد حسین بهشتی، میگه اگر دیدی در جامعه حرف از اسلام و دین هست اما عدالت وجود ندارد، بدانید که اون دین، دین تقلبی است و اون اسلام، اسلام تقلبی است. پس برای اساس هدف اصلی این اجلاس، هدف اول این است که ما در ضمن تجلیل از میلاد این دو تا بزرگوار، سیره اینها را، رفتار اینها را بررسی کنیم و برای خود الگو قرار بدیم، همینطور که قرآن میگه اسوه قرار بدیم، از اینها یاد بگیریم که چگونه جامعه اسلامی درست کنیم. ولادت با سعادت پیامبر عزیز اسلام، سال روز ولادتش هست، به عنوان میراثدار واقعی پیامبر عزیز اسلام مطرح است و خوب است مناسبت ها، جلسات و برنامه ها و جشن های ما وحدت بخش و وحدت آفرین باشد. ولی تا اجازه دهید عرض کنم از قول ابو حنیفه رئیس مذهب حنفی که فرمود در خصوص امام صادق علیه السلام
ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد و انه اعلم الامه من فقیه‌تر و داناتر از جعفر ابن محمد ندیدم و او داناترین فرد این امت است. یا اینه که فرمود لولا سنتان لهلک النعمان، اگر 2 سال شاگردی حقیر نزد امام صادق نمی بود نعمان بن ثابت یعنی ابو حنیفه هلاک شده بود. تقدیر و تشکر میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رضوانی بامیانی، ریاست محترم کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعی افغانستان و رئیس محترم دفتر حضرت آیت الله العظما سید حکیم در کابل که با بیاناتشون همه ما را بهرمند فرمود. آن منافق در غیاب تو صحبت میکنه. حضرت رسول بزرگوار او شخص احسان بود. چرا در غیاب مگم میزنی؟ گفت یا رسول الله هر کس گفته دروغ گفته. ما در غیاب شما نعوذ بالله ما حرفا نمیزنیم. پیامبر حرفش قبول کرد، گفت خب اگر احیانا بوده دیگه تکرار نشه. دیگه منافقین منتظر بودن که دوباره این نفر ما که رفت و پیامبر احضار کرده چی رقم مجازات میشه. وقتی که برآمد دیگه هم منافقینش دورش گرفتن گفتن چی شد؟ گفت خیر خیر. یک آدم خوشباور است، برش خبر داده بودن که فلانی علیه گپ زده، او رو باور کرد. ما رفتم گفتم یا رسول الله من در غیاب شما گپ نزدم، از ما رو باور کرد. آیه شریف نازل شد و منهم الذين يؤذون يا الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم. میگه پیامبر گوش است، یعنی حرف هر کسی میشنوه. خوش باور قرآن میفرماد اذن خیر لكم، میشه به خیر شماست. پیامبر آدم سختگیر نبود. برادران عزیز مسلمان یه نگفت که تو بیا بشید من برات اثبات نکنم نمیگذارم. در فلان مجلس بوده، فلان روز بوده، احمد محمود کلبی مقصودم در مجلس نشسته بوده، اینی حرفا رو میزنی. نخواست پیامبر قدر سخت گیری کنه. اینه میگن تسامح. پیامبر از جنگ تبوک برگشت، این صحبت آخر ما باشه، از جنگ تبوک برگشت لشکریان خودش از بین دره هدایت کرد، خودش از کوتل آمد، یک کوتل باریک آمد و بالای شطور سواره که لشکر خودش رو ببینه، روحیشان رو ببینه، نظمشان رو ببینه. بخاطر اما تدابیر نظامی که پیامبر داشت پیش روی مهار شطور رو داد به دست عمار یاسر، پشت سر حضرت حذیفه راه هم بارید، گفت شما مواظب باش. وقتی که هوا تاریک شد از بین های مردم، از بین لشکریان اسلام یک عده برآمدن، آمدن از پشت پیامبر در کوتل باشد. به چی نیت؟ و همو به ما لم ینالو، قرآن گفته. تلاش کردن بگر کاری که به اون نرسیدن. گفتن یک سیخه که در بغل شطور پیامبر میزنی، یک چوبی نیزه یک چیزی، این شطور رم میکنه. که رم کن از این باریک را خطا میخوره میره تا پایین دره، نه شطور زنده بمونه نه پیامبر. اینا که آمدن از صدای آمدنشان حضرت حذیفه متوجه شد، روی خود دور داد گفت چی میکنید؟ اینا با اینکه قسمتی از صورت خود پوشانده بودن متوجه شدن که حذیفه ما را دید، افشا میشن، فرار کردن رفت. پس دمو تاریکی داخل لشکر اسلام شد. بنابر نقلی ای برادران مسلمان، بنابر نقلی پیامبر گفت حذیفه اینا رو شناختی؟ گفت بله یا رسول الله شناخت. گفت تا من زنده ام اینا رو افشا نکن. به این میگه بزرگواری، به این میگن کرامت. پیامبر برای اینا سختگیری نمیکرد، تسامح داشت.
خطاب ما در این ختم جلسه، ختم سخنان ما به تمام علمای محترم، محققین و دانشمندان اسلامی، اهل قلم، اهل تحقیق، اهل مطالعه، خطاب ما به همیشان این است: اگر میخواین که اسلام به همو عزت و عظمت سابقش برسه که در صدر اسلام بود، باید این زمی اخلاق حسن پیامبر ما درس بگیریم، یعنی تسامح، عدم سختگیری بر مردم. پس اونمور که مردم اسلام جذب میشن، همو عظمت احیا میشه. آی مردم، بهشت خدا خیلی وسیع است. همو یک آیه شریفه در سوره مبارکه زمر آمده: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چقدر امید بخش این آیه شریفه. آی پیامبر به این بندگان من بگو اینایی که بر خود ظلم کردن و اسراف کردن، یعنی گناه کردن، بگو ناامید نباشید، این دروازه وازه، اگر توبه کنیم خدا کل گناهان شما رو میاد. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. سوره مبارکه زمر است. یایش بهشت خدا وسعتش به اندازه کل آسمان ها و زمینه. و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض. بشتابید به سوی مغفرت و آمرزش خدا و به سوی بهشتی که وسعت و پهنایش به اندازه آسمان ها و زمین است. این بهشت وسیع و بهشت پهناور یک ده انسان ها میگن مخصوص ما و یک چند نفر هم فکرهای ما. بابا خداوند بزرگ این قدر سختگیر و تنگ نظر نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادری و اخوت تلاش کنید. آیه متبرکه که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر نازل کرد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته الله یعصمک من الناس. ای آیه متبرکه را که نازل شد، پیامبر آل قرنسان در غدیر خم حضرت علی علیه السلام را به عنوان ولی بعد از خودش معرفی کرد. اما وقتی که بعد از رحلت پیامبر آل قدر اسلام شکل دیگری به قضایای زعامت و مدیریت جامعه اسلامی داده شد، حضرت علی علیه السلام سکوت کرد، صبر کرد و گفت: من به فرموده رسول خدا که گفته هر زمان دیدی که کار را انجام بده که سبب تفرقه و نفاق بین جوامع اسلامی می شود، از او پرهیز کن و دوری کن. بنابراین من به حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صبر کردم. در یکی از خطبه های نهج البلاغه می فرماید: صبر کردم و گونه که استخوان در گلو خار در چشمم باشد. بنابراین ما شیعه ها در هر کجای دنیا هستیم، مخصوصا شیعه های افغانستان که با سابقه ترین شیعان دنیا هستند، با پیام و فرستاده شخص حضرت علی علیه السلام مردم تشیع افغانستان شیعه مسلمان شدند. اینها در پیروی از حضرت علی علیه السلام همان صبر و حوصله علی گونه را دارد برای مصالح جامعه اسلام و مسلمین. و بر همین اساس است که وقتی حاکمیت جدید به وجود آمد، امارت اسلامی به وجود آمد،
فکر میکنم اولین مجموعه‌ای که در این رابطه عکس العمل نشان داد شورای علمای شیعه افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی حوادث جدید را مورد بحث و بررسی قرار داد و اعلام کرد ما میخواهیم با امارت اسلامی تعامل داشته باشیم، نه تقابل و جنگ. بقیه بزرگانی که در اینجا بودن، یک تعداد شخصیت های سیاسی و خردمند جامعه ما که در اینجا حضور داشتن و به نحو میخواستن در اون شرایط حساس و حاد مردمشان را کمک کنند و مورد حمایت قرار بدن، از تعامل سخن گفتن و به تعبیر دیگه بگویم پرهیز از جنگ و تعامل با حکومت موجوده مورد تأیید خرد جمعی مردم تشیع قرار گرفت و پیروی از حضرت علی علیه السلام. همون مصالح و انگیزه هایی که در سکوت حضرت علی علیه السلام هست، همونها الان هم هست. همون تهدیدی که او زمان علیه اسلام و مسلمین از امپراتوری روم وجود داشت، اگر اختلاف و تفرقه‌ای در بین جامعه اسلامی به وجود می آمد، ما امروز می بینیم در کشور ما هنوز هم کشورهایی هست که در خط دشمنی قرار دارند، کشورهایی هستند که تضعیف می کنند مردم افغانستان را و کشورهایی هستند که تحریم اقتصادی کردن افغانستان را، کشوری که بعد از 45 سال از جنگ برآمده مورد حجمی سنگین و تحریم اقتصادی قرار گرفته است، طبیعتاً ضرورتی به حمایت همه مردم کشور دارند. همه باید دست به دست هم بدیم، به خاطر همین مصلحت باید با هم باشیم و همین موضوعی که از طرف همه مردم مورد تأیید است و همین خرد جمعی که فعلا از داخل و خارج کشور شخصیت های مردم تشیع را شاید شما دقت کرده باشید، اونایی که در خارج از کشور هم هست انتقاد میکنن، صحبت های خودشان را میکنن، ولی اون زمانی که صحبت بر جنگ و ناامنی کشانده میشه ژورنالیست از اونا چیزی میپرسن، میگن نه خیر این مسئله نیست. این بیانگر خرد جمعی مردم تشیع است که در یک موضع واحد رسیدن. جواب امرالله صالح را در هفته گذشته شما شنیدید، همه مردم تشیع یک پاسخ داشتن که ما جنگ را به صلاح نمیدانیم و این فتنگری ها را هم امرالله صالح که میگه شما اقدام به جنگ کنید ما شما را مسلح میسازیم، اینا مورد قبول ما نیست و از طرف ما مردود است، از داخل و خارج کشور این سخن گفته شد. بنابراین ما در همون مسیر تعامل و راه تفاهم و آشتی قرار داریم که خرد جمعی ملت ما میخواهد. اما معنای این تلاش ها، البته من یک نکته را بگم، حالا به عنوان یک شوخی هم اگر باشه، امرالله صالح الان مردم یه هزاره تشیع را میگه شما بیاییم دست به جنگ بزنیم اسلحه ما برای شما میدیم. این همون صالح هست که اون زمانی که احساس قدرت میکرد میگفت مردم هزاره به اندازه بینی خود حد بخواهد، حال شده دلسوز مردم هزاره که بیاید بگه که شما جنگ کنید ما براتون اسلحه میدیم. به هر صورت یک نکته آخری که ما میخوام عرض کنم، وقت به پایان رسیده، معنای این تلاش برای تعامل این است که شیعه ها در افغانستان طرفدار خشونت نیست، ناامنی و هرج و مرج نمیخواهد، اما خواستار حقوق مذهبی
فرهنگی، اقتصادی و سیاسیشان در این نظام می باشند. و به هیچ وجه ما از مطالباتی که از روز اول مطرح کردیم در رابطه با مسائل مذهبی و اجتماعی و سیاسی منصرف نشدیم و یک قدم عقب ننشستیم، چون خواسته های ما معقول است، خواسته های ما منطقی است، خواسته های ما مورد تأیید شریعت اسلام هست. ولی ضرورت داره که من میخوایم در پایان صحبت مرد بکنم، فعلا ما ضرورت مبرم داریم که به سه نکته توجه کنیم یا سه تا موضوع را مورد دستور کار خود قرار بدیم که به نحوی هست. یک، انسجام داخلی علی تشیع، تشتت و پراکندگی و اختلاف همانطور که کل مسلمان ها را ضربه میزنند، در سطح محدود جامعه شیعه را هم ضربه میزنند. باید ما تلاش کنیم در این عرصه بالاخره خوب قدم های را برداریم و ما به شما اطمینان میدم که انشاءالله همه سران جامعه شیعه به همین نظر است و به همین دیدگاه است. امیدوار هستیم که ما بتانیم قدم های خوب و مثبت را در این رابطه به صورت جمعی برداریم. نکته دوم که ضرورت داره ما در اون رابطه باید کار کنیم و تلاش کنیم، تلاش و کار جدی و همه جانبه برای رسیدن به یک وحدت و تفاهم و یگانگی و برادری و اخوت با سایر مسلمانان افغانستان، یا به تعبیر دیگه بگیم اهل سنت کشور ما است. نشست های ضرورت داره بین علمای شیعه و سنی، علمای فرقین باید بشنن در این رابطه صحبت کنن. شبهات در که جناب استاد غفاری مطرح کردن که واقعا یک رگی از رگهای مردم تشیع از او خبر ندارن که یک اینچنین عقیده‌ای داشته باشن، او را میبافن و برچسب میزنن و مردم تشیع و اهل تشیع هم اهل تسلو. بیاییم بالاخره خب علمای فرقین و هر دو مذهب با هم بشینیم برای حل این مشکلات و نزاع‌ها و کشمکش‌ها راه‌های مؤثر را جستجو کنیم، که ما بازم میگم صرف صحبت نیست و ما امیدوار هستیم که به زودی ملت ما و مردم ما اهم از شیعه و سنی خبرهای را بشنوند که قدم‌های در این رابطه برداشته شده است. و نکته سوم، موضوع سوم را که من میخوام خدمتتون عرض کنم ایست که ما برای به ثمر نشستن تعامل باید تلاش کنیم. تعامل را که میخواییم با امارت اسلامی داشته باشیم، این تعامل باید ثمر بدهد و همینطور ما تا آخر تعامل گفته بریم و هیچی هم وجود نداشته باشد، این میشه کار بیهوده. و ما امیدوار هستیم که انشاءالله در عرصه به ثمر نشستن تعامل هم بتونیم قدم های را برداریم و توفیقات را داشته باشیم. این امیدواری هست. من یک بار دیگه از امارت اسلامی میخوایم از آدرس همه مردم تشیع و خصوص از آدرس شورای علمای شیعه افغانستان که به خواسته ها و مطالبات بر حق جامعه شیعی که بار بار شفاهی و کتبی به مقامات عالیه امارت اسلامی تحویل داده است، داده شده است، توجه کنند و توجه و پاسخ مثبت دادن به اینها سبب استحکام امارت اسلامی میشه، سبب استحکام نظام میشه، سبب ایجاد اخوت و برادری در بین این کشور و سبب قوت و قدرت ما خواهد شد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال بگردان پروردگارا این مختصر برنامه و مراسمی که گرفته شد این را از ما قبول بفرما. پروردگارا اتفاق اتحاد در میان کافه اهل اسلام مخصوصا در یا حامد و به حق محمد، یا علی و به حق علی،
یا فاطر و به حق فاطمه. نگارا شما را به این بزرگواران که واسطه قرار دادیم سوگند می‌دهیم که ما را به مسئولیت‌های اسلامی ما آشنا می‌گردان. توفیق آشنایی با معارف دینت را برای ما عنایت بگردان. زمینه توفیق خدمت به اسلام و مسلمین برای ما عنایت بفرما. پروردگارا عزیزان جهان سپاس که تا اینده هم با ما بودین. شما هم جریان برگزاری این محفل پرشکو و این محفل نورانی را در دشت برچی کابل تماشا کردین که خوشبختانه شورای علمای اهل تشیع افغانستان این محفل پرشکو را با اشتراک جوانان، اهل علم و همچنان علما برگزار کرده بود که ما هم از این برنامه فیض بردیم. انشاءالله که شما هم از برنامه فیض برده باشین و امیدوار بری هستیم که ما بتوانیم راه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را تا آخرین دمای عمر خود تعقیب بکنیم. با امید سربلندی و سرفرازی، با امید از اینکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در روز قیامت شفاعتگر همه ما شما مسلمانان بالخصوص امت رسول الله و مردم عزیز افغانستان باشد. تا ایدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر می شویم شما را به الله پاک بی نیاز می سپاریم. الله حافظ، نگهدار شما. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.